شاگرد عزیز، به ادامه درس فیزیک میخانیکالی درس 11 هم شروع میکنیم. درس 11 هم کدام گپ نو نداریم، ما ادامه مبحث حرکات دایروی است، حرکات های دایروی، ادامه مبحث حرکات های دایروی. ما چند اصطلاح را اوج تشریح کردیم، فرکانسی را گفتیم، زمان تناوب را گفتیم، سرعت زاویوی یا فرکانسی زاویوی را گفتیم. شاگرد عزیز، مسئله چهارم هم میخواییم تشریح کنیم، سرعت خطی. سرعت خطی، بعد از اینکه شما این مسئله رو بفهمیم، من این رو به شکل مقایسوی کار میکنم. سرعت خطی عبارت از قوس طی شده یا فاصله طی شده در واحد زمان است. درست است؟ سرعت خطی اینجا فرمولش نسبت به فرموله که قبلا شما در مبحث سرعت خوانده تفاوت اندک داره. تفاوت اندک داره چون در اوجه مسیر مستقیم است، تابع زاویه نیست، تابع شوای دوران نیست، اما اینجا چون مسیر دایروی است، تابع زاویه و شوای دوران میتونه که باشه. ما بر از یک شاگردای را بفهمم، ما دو مسئله را به شکل تبصره‌ای به شما یادآور میشم. یک مسئله را در مثلثات، چون بحث ها را کوش میکنیم خیلی ساده براتون بگوییم، در مثلثات و در فیزیک، در فیزیک به شکل مقایسوی مسئله رو میگم شما یاد بگیری. در مثلثات ما اینت یک رابطه داشتیم، شما شاگردای عزیز دقت داشته باشی، مثلث هدفش رسم کردنش این تو نیست که این مثلثات است. ما اینی تبصره اینیش طرز دیاگرام بر فرمول های سه فاکتور یا پارامتر داره و شما یاد داده بودم قبلا. در مثلثات یک چیزی داشتیم به نام اس، یک مثلث دیگه داشتیم به نام تتا، آر دیگه به نام چی داشتیم، تتا، یه عربده در مثلثات بود. ایجا اگه یادتون باشه در مثلثات خوانده بوده طول قوس است، طول قوس، درست است انشالله. اینجا آرام چی بود؟ شعای دایره، شعای دایره، فهمید انشالله. و تیتام چی بود؟ زاویه، زاویه مرکزی، زاویه مرکزی، زاویه مرکزی. خاطر مقایسوی یاد بگیری، مقایسوی یاد بگیری. ایره براتون در بحث مثلثات گفته بودم. حالا امیر ما دوباره در فیزیک به یک شکل دیگه تشریح میکنم، شما دقت داشته باشه، یک شکل دیگه ایرم توضیح میتم. شاگردای عزیز دقت کنیم که چیگونه هست، به خاطر که هرگاه یاد شما میره بس ایره پیدا کنی. در بخش مثلثات اس است، در بخش فیزیک اونمو وی است، وی است، این میره وی میسازیم، سرعت خطی نامش هم میمونیم، سرعت خطی، درست است، یا مماسی میگندش، سرعت خطی یا سرعت مماسی، چون متحرک روی مسیر دایره در مماس است، درست است انشالله. آر امو آر است، آر امو آر میشه، درست است. اینجا شوای دایره نیست، شوایی که دوران میکنم، شوایی دوران میشه. تیتای ما تغییر میکنه، تیتای ما شاگردای عزیز تغییر میکنه و اومیگا تغییر میکنه، و اومیگا تغییر میکنه. این سرعت زاویوی است، شما پیشتر فهمیده سرعت زاویوی، اومیگا سرعت زاویوی یا فرکانسی زاویوی است. ما این مسئله رو در بخش ایز فیزیک مثلثات گفتم براتون شاگردای عزیز، ولی هم در فیزیک به خاطر که شاگرد باید پیدا کنه، چون مقدار درس ها خیلی زیاد میشه، ما فعلا باید مسیرهایی رو به شاگرد انتخاب کنیم که زود به نتیجه برسه، نه که درد سر برش ایجاد کنیم. هر قدر خلاصه نویسی شد به نفع شاگرد است. کنکور وقتی که میرسه درس ها میشه به شمار، به نهایت وقت میشه کم، بنان شاگرد به این مسائل میتونه خیلی راحت در وقت کم درس ها را تکرار داشته باشه. خب شما شاگردای خیلی هوشیار و لایق هستید، در مثلثات میفهمید که اس مساوی به آر ضرب تتا است، درست است انشالله. و در مثلثات همچنان میفهمید که آر مساوی است به اس بر تتا، درست است. ایرام خوانده شما، ایرام خوانده. و اینجا در مثلثات میفهمید که تتا مساوی است به اس بر آر. این درس تکرار مثلثات است. طول قوس طول قوس مساوی به آر ضرب تتا، شوای دوران اس بر تتا، و تتا مساوی به اس بر آر میشه، اس بر آر میشه. اینجا شما دقت داشته باشی، اینجا عوض ازی وی مساوی میشه به آر ضرب تتا، نیست آر ضرب اومیگا. یعنی یک فرمول جدید ایجاد کردیم. یک تعداد باز تشویش شاگرد زیاد میسازه، متاسفانه مثلا میگم با درکات های دایروی 100 تا فرمول پیدا کردیم، شاگرد اینجا دیگه ایران میمونه که استاد چه خلایق بوده باشه که 100 تا فرمول درکات دایروی پیدا کرده، در حالی که فرمول زیاد پیدا کردن دیگه عنوان کار کدام شهکار نیست، درد سر است به شاگرد جور کردی تو.
اون نزدیک کنکور میشه 100 تا فرمول کدامش به جناب عالی حفظ کنه؟ پرون تو درد سر به شاگرد جور کردی. در اول سال شاگرد وقت کافی داره، خیلی خوشش میاد که این استاد ما چقدر فرمول ها زیاد برای ما گفته، اما وقتی که نزدیک کنکور میشه و اینقدر فرمول حفظ کردنش برای دی درد سر جور کردی، خیانت کردی به حقش، در حالی که خودت متبارز ساخته باشی و خودت زیاد تبلیغ کرده باشی که ما آدم لایقی هستیم که 100 فرمول در مشتق جور کردیم، 1000 فرمول در هندسه جور کردیم، و ما 400 فرمول به انتگرال به شاگرد دادیم، بسیار خوب درس دادیم. درست است که خوب درس دادی، وقتی که با کنکور نزدیک میمونه جناب عالی 400 فرمول خود تا چطور حفظ کنه؟ بنان کاری نکنه که درد سر شاگرد زیاد کنه، کاری شود که شاگرد نزدیک کنکور با وقت کم بتونه کلش تکرار کنه که نتیجه مطلوب بگیره. بعد از اون که بخیر باز کامیاب شد، باز دلش که 100 تا فرمول حفظ میکنه، 200 تا فرمول میکنه، 300 تا فرمول حفظ میکنه، گپای ما خیلی خیلی دقت کنه، برش بسیار ارزش بده، چون تجربه برای ما ایره گفته فرمول زیاد به درد نمیخوره، فرمول کم که سوال زیاد حل کنه بسیار موثر است، بسیار موثر است. ما نهایت کوشش میکنیم فرمولا کم باشه، فرمولا کم باشه که اینا دیگه یک جناب عالی که نو فیزیک شروع به درس دادن کرده، این دیگه برای وی چشف تا فرمول جور میکنه. وقتی میبینی چی کرده این آدم، این فقط چی کرده، اومیگا رو نوشته کرده، یک دفعه به جای اومیگا فرض کن نوشته کرده تیتای بر تی، اینا پیشتر خوندی، باز به جای اومیگا نوشته کرده دلتای بر دلتا تیتای بر دلتا تی، این دیگه فرمول برش جور شد. باز برای جای اومیگا نوشته کرده دو پای بر اف، این دیگه بر تی دیگه فرمول جور شد. باز به جای اومیگا نوشته میکنه دو پا اف، ای دیگه فرمول شد. باز به جای اومیگا نوشته میکنه دو پا ضرب ان بر دی. بنان یادم دیگه در نظر خود خیلی دیگه زیاد فرمول پیدا کرده، بسیار هوشیار است، لایق است، در حالی که ما یار قبلا خواندیم. چرا ما با شاگرد خود درد سر بدیم یک فرمول 100 تا جور کنیم؟ چیز نو خو نیست دیگه، بنان او را خودش میفهمه، او را خودش میفهمه. پس ما اینا اینال ببینی و اینجا ما یک مسئله را در بخش مثلثات یاد دادیم، بسیار خوب شد یاد بگیری. اس میشه آر ضرب تیتا، همیشه اس اینی طرف چپ میه، این دو تا دالت ضرب هستن، این دو اگه براتون بگویم که دالت ضرب قوس هست، چلیپانی ضرب است، درست است، این دو تا دالت ضرب هستن. پس میشه اس مساوی با آر ضرب تیتا، تیتا اس اینی خط بر، حیثیت خط بر برش میدی، حیثیت خط بر میشه، حیثیت خط بر که یادت نره، درست است. پس تیتا تیتا میشه اس بر آر، آر چی میشه؟ اس بر تیتا. دایی چه خیر؟ وی آر ضرب اومیگا، وی آر ضرب اومیگا، وی آر ضرب اومیگا، اومیگا وی بر آر. پس اومیگا مساوی میشه به وی تقسیم آر، وی تقسیم آر، درست است. انشالله به آر علش کنیم، بر آر علش کنیم، وی بر اومیگا میشه شاگرد عزیز، وی بر اومیگا شد. یک رابطه شد، این رابطه دوم شد، درست است، یا هم رابطه چندم شد، سیم شد. هر گاه یادتا میره وی را ایجا آر ایجا اومیگا را ایجا نشته کنه و از امون شکل زودی را پیدا کنه. مسئله چهارم بود که ما به شما در موردش بس کردم، سرعت خطی، واحدات سرعت خطی، واحدات سرعت خطی که ضرورت نیست تکرار شوه، ضرورت نیست تکرار شوه. من ایجا یادآوری میکنم اموز واحدات سرعت است در سیستم غیر از بی از چپک شروع میکنیم، FPS فوتو بر سکند است، فوتو بر سکند است، در سیستم MKS، در سیستم MKS و SI، در سیستم MKS و SI شاگرد عزیز دقت داشته باشی متر بر سکند است، درست، در سیستم CGS، در سیستم CGS سانتی متر بر سکند است، درست است. انشالله یک مسئله را باز تکرار میکنم که متر بر سکند است، متر بر سکند اگر خواستی تبدیل کنی با فوت بر سکند، فوت بر سکند ضربه 3.3 میکنه، بسیار مهم است. اگر فوت بر سکند، فوت بر سکند تبدیل میخواستی کنی به متر بر سکند، به متر بر سکند ضرب 0.3 میکنه. گپار انشالله که بلد هستی. این مسئله واحدات سرعت خطی شد، واحدات سرعت خطی که من براتون بسیار منظم تشریح کردم. چهار مورد از مسائل مربوط حرکت های دایروی بود براتون گفتم، مورد پنجم هم میخوایم در موردش بس کنیم شاگرد عزیز. مورد پنجم تعجیل هم میخواییم بحث کنیم، تعجیل در حرکات دایروی، در حرکات دایروی، درست است. انشالله در حرکات دایروی تعجیل چی فرمول داره دقت داشته باشه. یک دایره مرسم میکنم، دو سوال کنکور اینجا در نظر داشته باشی، دو سوال در نظر داشته باشی که در حرکات دایروی اینی رو فرض کن ما شعای دایره در نظر میگیریم، شعای دایره است، درست است، این شعای دایره است. تعجیل متحرک روی مسیر دایروی حرکت میکنه،
حرکتش مماسی است. شما میفهمید که حرکت سرعت خطی نام دیگرش سرعت مماسی است. این فرض کو شعاع دایره است، درست است. متحرک از نقطه شروع میکنه، فرض کو میرسه به نقطه B، یعنی به نقطه B رسید، زاویه تای شده را زاویه که تای میکنه در واحد زمان سرعت زاویوی، فاصله که تای میکنه از A به B سرعت خطی. سرعت خطی پس سرعت خطیش میشه ای آرا میشه ای دیتا یا اومیگا میشه. اون هم مسئله مثلثات که پیشتر من به شما گفتم در کنکور سوال میاد، چون تعجیل شما دقت کنید تعجیل کمیت وکتوری است. تعجیل کمیت وکتوری است. کمیت وکتوری شما میفهمید که دو مسئله می داشته باشه. حتمی میفهمید که دارای جهت است و دارای مقدار است. مقدارش طول شعاع دایره است. مقدارش طول شعاع دایره است. جهتش به سمت مرکز دایره است. این تعجیل یادتان باشه که مرکز دایره. اگر در کنکور سوال میاد که در حرکت های دایروی جهت تعجیل کدام طرف است، به استقامت شعاع دایره، به جهت مرکز دایره، به استقامت شعاع دایره و به طرف مرکز دایره، طرف مرکز دایره میشه. این حالا ما بر از این دو فرمول داریم، بر A مساوی میشه به R ضرب اومیگا مربع. R ضرب اومیگا مربع تعجیل فرمول شد. شما دیگه گدوات نکنی، یک فرمول شد. پس A مساوی میشه به V مربع بر R. ما از ثبوتش طرف نظر کردم که وقت ما شما را میگیره. دو فرمول شد، بر تعجیل دو دانه شد. شاید بگید تفاوتی از جنس فریکونسی زاویوی یا سرعت زاویوی، از جنس فریکونسی زاویوی، درست است؟ انشالله تعجیل شد ای از جنس، درست است، از جنس سرعت خطی، از جنس سرعت خطی، از جنس سرعت خطی، درست است. در مورد واحدات از این کدام واحد جدید در اینجا وجود نداره، واحدات تعجیل است، درست؟ واحدات تعجیل است. دقت داشته باشه در سیستم FPS خیر است، هم تو برعکس گفتم میریم چون زیاد یاد بگیری. فوتو بر سکند مربع است، فوتو بر سکند مربع است. در سیستم MKS و SI، در سیستم MKS و SI متر بر سکند مربع است، درست است انشالله. در سیستم CGS، در سیستم CGS سانتی متر بر سکند مربع شد، سانتی متر بر سکند مربع شد که ما به شما گفتم شاگرده عزیز. مسئله بعدی پنجم هم براتون در حرکت های دایروی تشریح کردم. تعجیل در حرکات دایروی دو فرمول به کنکور اف شوه، آر ضرب اومیگا مربع وی مربع بر چند آر. و دو سوال کنکور یاد شوه، یاد داشته شوه که جهت تعجیل به طرف چیست، مرکز دایره، به استقامت شعاع دایره و جهتش به طرف مرکز دایره است، مرکز دایره است. حالا دقت داشته باشه مسئله بعدی را که میخوایم در حرکت های دایره بحث کنیم، شماره ششم در موردش میخوایم بحث کنیم، قوه جذب المرکز است. قوه جذب المرکز، درست است انشالله. قوه جذب المرکز، ما قوه جذب المرکز به اساس قانون دوم نیوتن F مساوی به M ضرب A پیدا میکنیم. به اساس قانون دوم نیوتن F مساوی به M ضرب A. اینا شما شاگردای خیلی هوشیار و لایق هستی، میشه که بر از این قینوشتا میکنیم F مساوی میشه M ضرب A. ایواز A فرمول داشته، دو فرمول داشته، یکی R بود ضرب اومیگا مربع، R ضرب اومیگا مربع، فرمولا با کنکور F میکنی، درست است، R ضرب اومیگا مربع شد. ای از جنس سرعت زاویوی، قوه از جنس سرعت زاویوی، قوه از جنس سرعت زاویوی، قوه از جنس سرعت زاویوی شاگرده عزیز میشه، درست. و فرمول دیگه داشته F مساوی میشه به M خودش، ایواز فرمول داشته بی مربع بر R شد، بی مربع بر R شد، درست است. در اینجا خیلی نشتا میکنیم قوه از جنس سرعت خطی، از جنس سرعت خطی، درست است. در مورد واحدات قوه که ایجا تغییر نکده، واحدات قوه مو واحدات است، شما انشالله میفهمی در سیستم MKS واحد قوه کیلوگرام است، متر بر سکند مربع است که نامش چیست؟ نیوتن است، درست. تکرار احسن شوه، در سیستم CGS میشه واحد قوه گرام است، سانتی متر بر سکند مربع است که میشه داین، میشه داین، درست است انشالله. در سیستم FPS، در سیستم FPS واحد قوه میشه سلک، درست، فوتو بر سکند مربع، کلتان خوانده که لبرا یا پاوند میشه، لبرا یا پاوند میشه. یک تکرار احسن شد،
در مورد واحدات قوا. اینی تمام مسائلی بود که در حرکت های دایره‌ای ما به شما دانه دانه تشریح کردم. قوه جذب المرکز شد، قوه جذب المرکز. در قوه جذب المرکز که ببینید مسئله قوا است دیگه، پس ما که ما یک دایره رسم کنم، شوای دایره را در نظر بگیرم، شوای دایره را در نظر بگیرم، درست است انشاءالله، و این متحرک از نقطه شروع کنه برسه به نقطه بی، فرض کو به نقطه بی برسه، زاویه یک تایی میکنه اومیگا است، یوم شواست، یوم وی میشه، درست است. اگر شما دقت داشته باشه جهت قوه کدام طرف است؟ به طرف مرکز دایره، به طرف مرکز دایره، چون جهت قوه به طرف مرکز دایره است، به می خاطر قوه را به نام قوه جذب المرکز یاد میکنند. قوه را به نام قوه جذب المرکز، اتمی متحرک دارای کتله است. در قوه جذب المرکز علامه مثبت گرفته میشه، به می خاطر در فرمول که است اینی علامه مثبت است، در فرمول علامه مثبت است. اگر قوه جهت جذب المرکز نباشه، قوه فرار از مرکز باشه، قرار فرار از مرکز باشه، شاگرده عزیز دقت داشته باشه، امو فرمول هم میگیریم، امو فرمول هم نشته میگنم F مساوی میشه با منفی M ضرب R ضرب اومیگا مربع، و F مساوی میشه با منفی M ضرب V مربع بر R، V مربع بر R. در جذب المرکز علامش مثبت است، در فرار از مرکز علامش منفی است، به خاطر که در فرار از مرکز شما دقت داشته باشه متحرک از مسیر دایروی دور میشه، مسیر دایروی دور میشه، بنان جهت شوار اگر شما ببینید به شکل، اگر من یک شوار رسم کنم، دقت داشته باشید شما شاگرد عزیز، یک شوار رسم کنم به شکل و یک شوار دیگه به شکل رسم کنم، واضح است که زاویه تیتا را تعیین میکنم یا اومیگا را تعیین میکنم، سرعت خطی دارم، شوار دوران است، جهت تعجیل به سمت خارج از مرکز است، به سمت خارج از مرکز است، بنان متحرک از مسیر دایروی خارج میشن. پس F منفی M ضرب R اومیگا مربع منفی M ضرب V مربع بر R عبارت از قوه جذب المرکز نی، بلکه قوه است قوه فرار از مرکز شد، که براتون مفصل تمام مسائلی که مربوط به حرکت های دایروی بود، براتون 6 مورد بود کلش تشریح کردم. خدا کنه که از این چیز یاد گرفته باشه، فقط یک جنبندی مانده و بعد آخر سوالات. تشکر.